به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. سرپرست وزارت دفاع طالبان از موتر ساخت افغانستان دیدن کرد. وزارت دفاع شنبه در جدید در رشته تویتی دیدار محمد یعقوب مجاهد، سرپرست این وزارت، با مسئولان مرکز نوآوری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان خبر داده است. وزارت دفاع نوشته است که محمد یعقوب مجاهد از مرکز نوآوری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان و موتر ساخته توسط این مرکز در کابل دیدن کرده است. سرپرست وزارت دفاع از ابتکار مسئولان مرکز نوآوری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان بابت ساخت موتر تیزرفتار قدردانی و آن را گام ارزنده و مهم در راستای خودکفایی و شکوفایی آینده کشور تلقی کرده است. وضع محدودیت گسترده از سوی طالبان بر زنان اختلافاتی را در میان این گروه تشدید کرده است، تا جایی که گروه های رقیب نیروهای وفادارشان را بسیج کردند. رسانه آمریکایی بلومبرگ روز جمعه گزارش داده است احکام ایبت الله خونزاده، رهبر منزوی طالبان، باعث ایجاد اختلاف در رده های پایین این گروه شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، عقده بی‌رحمانه گروه افراطی طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از هر گونه حقوقشان افغانستان را به انزوا کشانیده است. بر اساس این گروه، مدتی است که صدای اختلاف نظر میان رهبران شنیده می شود، اما این مورد ممکن است متفاوت باشد. بعضی ها می گویند که پاکستان و آمریکا برخلاف طالبان هستند. حتی بعضی ها تا این سرحد می گویند که دشمنی پاکستان با طالبان با گذشت هر روز زیادتر می شود. ولی من هرگز باور ندارم که آمریکا و پاکستان دشمن طالبان باشند. آمریکا هفته اضافه‌تر از 40 میلیون دلار به طالبان می دهد تا آنها را حفظ کند. از سوی دیگر آنها را تهدید می کند که تحصیل دختران را ممنوع کردند. حتی شرکای آمریکایی نیز در برابر زن ستیزی طالبان نرم رفتاری می کنند. چرا؟ چون طالبان پروژه خودشان و با موارد جنگ اوکراین و مهسا امینی در ایران متفاوت است و تنها تلاش آنها این است که مردم افغانستان و مقاومت ضد طالبان را مجبور به پذیرش گروه طالبان پرتاب شده از قرون وسعتی و قرن 21 کنند. بر اساس داده های بانک جهانی، افغانستان اکنون یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و طالبان باید فقر را شکست دهند، نه پاکستان. پس به این اساس دو فقر به جان هم افتیدند و این تنش جنگ فقر با فقر خواهد بود، در حالی که پاکستان می تواند بر فقر فائق آید و استعداد آن را دارد تا با ایجاد و ساخت سناریوی جدید و مدیریت برنامه های کلان در سطح منطقه راه درآمدی برای اقتصاد ورشکستگی خود بیابد. اما طالبان فقیر بدون از 40 میلیون دلار صدقه آمریکا در ماه با کدام توانایی اقتصادی و مالی می توانند پاکستان را شکست بدهند؟ بر علاوه طالبان را آمریکا و انگلیس اجازه نمی دهد تا بر پاکستان خم ابرو کنند، چه رسد به دشمنی و تلاش برای شکست نظامی پاکستان. آنان که باور دارند طالبان با پاکستان مقابله خواهد کرد، گروه های تروریستی را تقویه خواهد کرد. این همه چرندیاتی است که می تواند یک ذهنیت ضعیف، فاقد قدرت تحلیل و یک فکر کاملا وابسته را فریب دهد. نفهم بالای مردمانی را که در کره های از تجربیات تلخ تاریخی پخته شدند و شناخت خوبی از جوانب این بازی دارند. طالبان ابزار استراتژیک در دست پاکستان و آمریکاست و این ابزار برای فعلا در خدمت تفکر عمیق استراتژیک پاکستان و آمریکا قرار داشته است و کارایی خوبی داشته است. جدایی از آن را نمیتوان پذیرفت. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.